بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. الو. بله بفرمایید. گوشی اجازه. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. من برنامه خوبتان. ببخشید من یه سوال هستم. آقای؟ من عزیزی هستم. آقای عزیزی. بله. ببخشید. من چند سال پیش نفت کردم. تقریبا 5-6 سال پیش نزد امام حسین هر سال اسفند رو میدادم هیئت امام حسین. بعد این دو ساله که برنامه شما رو میبینم دیگه نزد ما ادا نمی کنم. درست. الان مثلا میشه نزد ما خودم درست کنم، بدم دهن مردم درست کنم، به مالو پخش کنم، یا این که باشه. من الان در این مورد صحبت میکنم برادر عزیز. تشکر از شما. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. ببینید، در نظر اگر شما نظر به اطاعت کردید، نظر به عبادت الله سبحانه و تعالی کردید، بر شما واجب است که نظرتون رو ادا بکنید. مثلا اگر کسی نظر کرد که بار الله من نظر میکنم که برای تو 100 رکعت نماز بخونم، باید بخونه، چون این نظر به عبادت کرده. نظر کردم که یک عدد گوسفند مثلا برای الله سبحانه و تعالی قربانی بکنم، باید به نظرش وفا بکنه. اما یک کسی اومده مثلا نظر کرده که نظر میکنه مثلا مثل کفار قریش که نظر میکردن، نظر میکنن که مثلا شراب بخورن، نظر میکنن که آدم بکشن، نظر میکنن که مثلا اعمال زشت انجام بدن. کسی که نظر به معصیت میکنه نباید که به نظرش وفا بکنه، چون وقتی که شما نظر به معصیت کردید اصلا این نظر شما درست نیست، عملی که انجام میدید درست نیست. کسی که برای امام حسین نظر میکنه این نظری درست نیست، اصلا این اون عبادتی نیست که الله سبحانه و تعالی ازش تمجید کرده. بگذاریم از اینکه حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی نظر کردن رو مکروه میدونستن، چرا این نظر اون مالی است که از انسان بخیل کشیده میشه. همینایی که امروز برای امام حسین سینه چاک میکنن، نظری امام حسین میدن، بعد از دعای عاشورا برید شما رو به خدا در خونه‌شو بزنید، بگید یک نفر اینجا تو حومه تهران تو کارتون داره زندگی میکنه، تو این زاغه نشینای اطراف تهران، بگید که اینا به غذا نیاز دارن، یک وعده غذا بهشون بدی، نمیدن. اما روزی عاشورا ببینید برای خودنمایی، برای اینکه فلانی بله هیئت عزاداری داره و داره نظر امام حسین میده و فلان میده. بگذاریم از این که اینا شرک است و کفر است و جایز نیست، روز 11 محرم برید ازش طلب بکنید میده یک تیکه نان به یک مستمندی. اینایی که گلوشون رو پاره میکنن اونجا نوحه میخونن، اینا همه در مقابل پوله. کدومشون مفت نمیخونن اونجا؟ نرخ مداحی‌ها رو میدونن، خواستن کسایی که در تهران زندگی میکنن که یک شب این آقایونی که حدادیان و نمیدونم سیب سرخی و غیره که میان مداحی میکنن چقدر میگیرن. کلن نظری که کرده باشید در معصیت الهی باشه شما نباید بهش عمل بکنید. کلن اصلا فکر کنید که نظری انجام ندادید، بلکه توبه بکنید از اون اعمالی که انجام دادید. من این آیه رو خدمت شما میخونم در اینجا، در این سوره هست، در سوره انعام آیه 121. الله سبحانه و تعالی در اینجا در مورد کسایی که به غیر خدا نظر میکنن، برای کسایی که برای غیر خدا قربانی میکنن چی میگه؟ احمد جان نشون بده. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نخورید از آن چیزی که اسم خدا بر آن ذکر نشده. و انه لفسق. چی است این؟ این عمل، عمل زشت است، گناه است، نافرمانی است. بعد یکی میاد مجادله میکنه باد، نه این که ما نظر میکنیم این اینطوری است، نیتمون اونطوری است، فلانی از این طرف میاد. اینها چی است؟ الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر میکنه اینه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم.
شیطان برای دوستان خودش شبه ها القا میکنه تا بیان با شما مجادله کنن. و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر از آنها اطاعت کنید بیگمان شما مشرک خواهید بود. الان حرف الله سبحانه و تعالی واضح است، کلام الله واضح است، قرآن واضح است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مؤمن واقعی میگه آمنا سلمنا، درشو بستیم. مشرکین چیکار میکنن؟ فردا ببینید، این بعد از این برنامه فردا تو شبکه ولایت یک برنامه دو ساعته میگذارن، نذر برای غیر الله، تا بیان برای شما ثابت بکنن که نظر امام حسین جایزه، نظر حضرت معصومه جایزه، نظر امام رضا جایزه. دلایل میارن، شبهات میارن، آیات میارن، احادیث میارن. آخ تو کتاب فلانی جلد مجروحین ابن حبان جلد فلان صفحه فلان نوشته، در میزان الاعتدال ذهبی جلد فلان صفحه فلان نوشته، در تاریخ طبری آورده که فلانی همین غلطو کرده. تا چیکار بکنن؟ تا که شما رو بگن برید نظر امام حسین بدید، برید خمس بدید، برید صیغه بکنید، چون بازار اینها اینطوری گرمه. اگر شما همه به طرف خدا برید، اگر شما همه راه حق رو قبول بکنید، اگر شما به قرآن عمل بکنید، کی به آخوند خمس میده؟ کی ناموسش رو به زیر پای یک آخوند کثیف میندازه؟ پس باید شما رو از قرآن دور بکنن و با همین شبهات. ببینید الله سبحانه و تعالی در این آیه 121 سوره انعام چقدر جالب میگه. و ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم. شیطان برای دوستان خود شبه ها القا میکنه تا با شما مجادله بکنن، با شما بحث بکنن. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر از اونها اطاعت کنید بیگمان شما از جمله مشرکین خواهید بود. در مورد نذر ببینید، این آیه در اینجا صراحتن میگه که از آن چیزی که نام غیر خدا بر اون ذکر شده نخورید. قربانی میکنی باید فقط برای الله باشه، نذر میکنی فقط برای الله باشه، نمیدونم ثوابشو به فلان بخشیدم ثوابشو، با این چیزا گول نزنید مردم. مردم میدونن که این نذر داره برای امام حسین میکنن، برای خدا نیست. اگر نذر برای خدا، چرا در غیر عاشورا نمیکنن این نذر رو؟ میگه امام حسین ثوابش برای امام حسین برسه، امام حسین به ثوابش نیاز داره؟ اینقدر شما دنبال ثواب هستید، برید 13 محرم، 14 محرم، صفر، ربیع الاول، ماهای دیگه، برید اون اطراف تهران به اون مستمندا، به اون فقرا، به اون یتیما، به اون بیوه‌زنا کمک بکنید. ثانیاً الله سبحانه و تعالی در یکی از سوره هایی که همیشه میخونیم، الله سبحانه و تعالی ما رو امر میکنه که فصلی لربک وانحر، فقط برای پروردگارت نماز بخوان و فقط برای او قربانی بکن. فقط برای او. اگر گوسفندی رو آوردی جلوی پای عروس و داماد سر بریدی، بگی که خدایا بار الها من این گوسفند رو فقط به خاطر تو سر بریدم، این شرکه، تو رو از دین خارج میکنه. چرا؟ باید این گوسفند فقط و فقط برای الله خونش ریخته بشه. فصل لربک وانحر، تو در اینجا احترام عروس و داماد رو مد نظر قرار دادی، این گوسفند رو ذبح کردی، پس این ذبح شما ذبح شرکی است. رئیس جمهور اومد، حاجی از حج اومد، ملا اومد، دام الله اومد، فلان شیخ اومد، جلوی پاش گوسفند رو قربانی کردی. در حقیقت اون گوسفندی رو که باید فقط و فقط فصل لربک وانحر برای الله قربانی میکردی، این آجی و این رئیس جمهور و این شیخ و این ملا و داملا رو هم در این شریک کردی، پس این شرک است. یعنی دین واضح است، الا کسایی که بخوان به اون سخنان شیطان گوش بدن و به دنبال شبهه و به دنبال این مسائل بگردن. هر انسانی که گوسفندی رو ذبح میکنه جلوی پای عروس و داماد، جلوی پای رئیس جمهور، آمدن شخصیت های بزرگ، این گوسفند حرام است، از گوشتش خوردن حرام است، این عمل شرک است، انسان رو از دایره اسلام خارج میکنه. قربانیت فقط برای الله باشه، نذرت فقط برای الله باشه، صدقت فقط برای الله باشه، نمازت فقط برای الله باشه، زندگی و مرگت، محیای و مماتی، زندگی و مرگت برای الله باشه، تمام شد. دیگه بیای بگی والله اینجاش اینطوری است و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، این روش ابو جهل و ابو لهب است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همین حرفو میزدن. در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی صریح میفرمان لعنت و
نفرین الله، بر کسی باد که برای غیر الله ذبح بکند. لعنت و نفرین الله بر کسی باد که بر پدر و مادر خود لعن بفرستد، نفرین بکند. که گفت یا رسول الله چطور میشه انسان پدر مادر خودش رو لعنت میکنه؟ میگه تو سبب بشی کسی پدر مادرت رو لعنت بکنه. خیلی مهم است این مسائل. و نفرین الله بر خائنی، بر کسی که خائنی را پناه بدهد، و لعنت و نفرین الله بر کسی که حدود زمین را تغییر بده. مثلا یک علائمی قرار دادن بین زمین شما و زمین کسی دیگه، کسی بیاد این علائم را تغییر بده. اینا کسایی هستن، گروه هایی هستن که مورد لعن و نفرین الله سبحانه و تعالی قرار گرفتن. در مسند امام احمد دو نفر بودن از یک جای میگذاشتن، مشرکین اینا را دستگیر کردن، گفتن که باید قربانی بکنید برای بت ما. یکیش قربانی نکرد، بردن گردنشو زدن. دیگری گفت که حالا برای جانمو نجات بدم، گفت من چیزی ندارم اما یک مگسی رو میتونم قربانی بکنم. یک مگسی رو گرفت، سرشو کند جلوی این بود، گفت این مگس رو برای، فکر کرد که این یک مگس چیزی نیست. به خاطر همین یک مگس رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمان که این طرف رفت به جهنم. پس به این فکر نکنید که والا این من یک تومنی رو حالا دادم نظر امام حسین، یک ده تومنی رو دادم، و مثقال ذره، یک مثقال ذره‌ای که باشه عمل نیک انجام بدی، تو نامه اعمالت می‌نویسن مثقال ذره‌ای شرک انجام بدی، الله سبحانه و تعالی هر گناهی رو ببخشه، شرک رو نمی‌بخشه. آه 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 آه